أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله روحي بأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما مؤمنین برادران و خواهران. پیشاپیش ماه مبارک رمضان رو خدمت همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم. این ماه مبارک رمضان با دو تا مشکل عمده خیلی از مؤمنین، متدینین و پیروان اهل بیت سر دوچار هستند. یکی مریضی خانمانسوز کرونا و دوم و مهمتر از اون فقر. خیلی از خانواده ها و متدینین حتی میگویند شاید ما با مریضی کرونا از دنیا نریم، ولی مطمئنن با فقر از دنیا میرویم. آمار فقر هیچ وقت افشا نمی شود که میلیون ها انسان، هزاران انسان در روز با فقر از دنیا می روند. ولی آمار کرونا منتشر می شود و جهان را به لرزه در آورده است. در ابتدا می گفتند کرونا یک مریضی خاصی هست که تعصب ندارد. فقیر و غنی، قدرتمند و ضعیف، صاحب مکنت و بدون مکنت، همه را در بر می گیرد. ولی الان مشخص شد که این مریضی هم تعصب دارد. اونهایی که پولدار هستن بالاخره یک تداوی میتوانند خودشان را بکنند و یا حداقل غذای برخوردن دارند، ولی فقرا که هم از تداوی محروم هستند و مهمتر از اون نه برای خودشان و نه برای خانواده ایشان چیزی برای خوردن دارند و این سیستم تقویتی بدن اونها روز به روز ضعیف می شود و از گرسنگی می میرند، از ناداری و از ناچاری. لذاست که مؤمنین الحمدلله موفق هستند در ماه رمضان کمک می کنند، ولی این کمک ها را چند برابر باید بکنند، چون این فقر حداقل در افغانستان که ما خیلی اطلاعات داریم فقر بیداد می کند. دو راه وجود دارد، یا این که ما به مؤسسات خیریه کمک بکنیم که خیلی عالی هست، و ولی بعضی از مؤسسات فقرا را در جلوی دوربین می آورند، عکس از اونها تهیه می کنند. این گرفتن عکس، دادن مشخصات و پخش کردن فیلم اونها در فضای مجازی هم برای اونها بی آبرویی شاید در بر بیاورد، و مهمتر از اون این که یکی از دوستان اشاره فرمودند این خطر دارد، به خاطر این که وقتی که بیوزنی با سه تا دختر نوجوان و جوان خودش در جلوی دوربین حاضر می شود و مشخصات اون پخش می شود، بیماردلانی هستند که از این آدرس ها و از این مشخصات و از ضعف و ناتوانی اونها سوء استفاده می کنند و سراغ اونها خواهند رفت. لذاست که ما باید جوانب کار رو در نظر بگیریم، و در این بین بعضی از خانواده ها و بعضی از متدینینی هستند که اونها یک عمر با عزت زندگی کردند. اونها هیچ وقت حاضر نمی شوند که به در یک مؤسسه خیریه بروند، چون خود اونها اهل خیر بودند، اهل سخا بودند، اهل بخشش بودند، ولی الان پیش خانواده هایشان شرمنده هستند. شما بیشتر اینها را دریابید. خب در ابتدا کلیپ حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی سید عبدالکریم حسینی که با خیلی از شما آشنا هست، از علمای بزرگ مشهد، قم و از افتخار کشور ما افغانستان هست، این را ببینید انشاءالله و بعد توضیحات راجع به این کلیپ خدمت شما به عرض میرسانم. شده از امشب به بعد کم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل لولیک الفرج. فرا رسیدن ماه ضیافت الهی را خدمت شما تبریک عرض میکنم. اوضاع فعلی افغانستان غیر قابل باور واقعا. شدت کرونا و کمبود امکانات مردم را داره از پا میندازه. فقر به شدت در این مملکت داره بیداد میکنه. بسته بودن مرزها قیمت ها را چندین برابر کرده. اما اونی که بیشتر از همه دردآوره ایست که او آدمهایی که روزمزد بودن، نان سر خانه و زد، ما به من زنگ زد گفت حتی یک ذره نان خالی و نان خشک برخوردن ندارن.
ای کسی که صدا و تصویر مرا میشنوید، شده نان شب خود را به دو بخش تقسیم بکنیم، شده از امشب به بعد کمتر نان بخوریم، اما اون نصف دیگرش را بسپاریم به خانواده هایی که عزت نفس دارد، به خانواده هایی که آه در بساط ندارد. وضعیت بسیار بحرانی است، بیش از اون که خیال بکنیم وضعیت بحرانی است. بسیار مردم در شدت فقر و فلاکت دور از جانشان دارند، به سر میبرند. دست به دست هم بدیم، ضیافت الهی نزدیک، مهمانی بزرگ پروردگاری نزدیک. شاید بعضی ها الانی که صدا و تصویر ما را بشنوند در ماه رمضان اینا را ببینند، مهمانی الهی است. اینها را محروم نکنیم، با سکوت خودگاهی اونها را محروم میکنیم. احتکار فقط این است که من پیسه دار باشم و بوجی بوجی گندم و بوجی بوجی آرد و برنج و روغن را در دکانه خود ذخیره بکنم، در انبارها ذخیره بکنم. یکی از شاخصهای احتکار نمیست که من امروز فقرا را دارم فدای آینده خود میکنم. چطور؟ بخاطر که نگران ای هستم که آینده زن اولادم چی میشه. ماندیم بر آینده زن اولاد خود حفظ کردیم، امروز داره یک دست دست میره. اطفال چی گناه کرده؟ گناه اینها چیست؟ بیم به نیابت از حضرت، از طرف حضرت بدون هیچ لوگو دست اونهایی رو بگیریم که در هیچ مؤسسه خیریه نیستن، هیچ کسی از حال اونها خبر نداره. یک عده جوان همینجا جمع شدن که خانواده ها را سروی بکنن، پیدا بکنن. حتی اینها متعهد شدن که اگر در این مسیر مارم کرونا بگیره ایرادی نداره، این کرونا شهادت اگر از این وضعیت از دنیا بریم. کمک بکنیم که این خانواده ها را، دستشان را بگیریم. گرچه کار سختی است، اما ولو همین ماه مبارک رمضان دست اینها را بگیریم، انشالله خدا بزرگ این مهر و محبت ها باعث میشه که لطف خدا بیشتر بشه. اللهم عجل لوليك الفرج، موفق بشه. بله عزیزان، همینطور که دیدید آقای بزرگوار با این که الحمدلله موقعیت خوبی در ایران دارن، از جمله اساتید و حوزه و دانشگاه هستن و همه چیز در اون برای اونها فراهم هست که حتی در کشورهای اروپایی مهاجرت بکنن و در همونجا در ایران با عزت زندگی بکنن، ولی خودشان تشریف بردن و در خط مقدم فقر دارن مبارزه میکنن. ما هم بیاییم وقتی که ما در توان داریم، هر مقداری که میتوانیم انشاءالله در این برنامه کمک بکنیم. و خیلی ها دوستان، بعضی از دوستان به من گفتن که وظیفه تو این نیست که این کلیپ ها را درست بکنی و یا بر فقرا کمک جمع بکنی. بنده هم بنابر توصیه بعضی از دوستان، چون مؤسسات بود، مدتی این کار را متوقف کرده بودم، ولی الان میبینم که این بی‌انصافی است که من اینجا نشسته باشم، خانواده من در کمال امنیت و تغذیه باشد، ولی خیلی از بچه های دیگر گرسنه باشد. یکی از عزیزان در ایام اربعین، شاید دو سال قبل، بر من گفته بود که برای موکب ما پول جمع کن، اگر می شود عبایت را در روبوی حسینیه بنداز. من این کار را نکردم، شاید به هر دلیلی، شاید هم پشیمان باشم، ولی الان این کار را می کنم. متاسفانه الان مکانی نیست که من مسجد به مسجد و حسینیه به حسینیه بروم و عبایم را پهن بکنم و برای فقرا کمک جمع بکنم، ولو بگن این برای خودش میگیرد. الان در جلوی این دوربین در مسجد حضرت حجت به اسم المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و در حضور حضرت، من این امامم را از سرم در میآورم و دست گدایی به طرف شما دراز میکنم و این عبایم را هم در می آورم و این را وسیله می سازم در روز قیامت. لذا آجی آقا بعدن هم
صحبت‌های مفصلی داشتن در این رابطه که الان فرصت نیست که من اون صحبت‌ها را پخش بکنم، ولی عزیزانی که می‌خواهند کمک بکنن فعلا در همین المهدی کلچر اسوسییشن بی اس بی شام 08249 ای سی سی و نمبر اکاونت شام 62175 6249 این هست. و عزیزان یک عکسی هم بفرستن، اونهایی که از استرالیا کمک میکنن، به همین شماره 04-872-2005 انشاءالله که مشخص بشود که این کمک از طریق حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی آقای سید عبدالکریم حسینی انشاءالله به دست عزیزان برسد. اگر ما اعتقاد داریم به این آیه قرآن و افتخار میکنیم به این آیه قرآن و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، امام ما امیر المؤمنین علی علیه السلام با خانوادهش وقتی که غذای سه شبانه روز خود را در راه خدا داد، به گفته آجی آقا بیاییم ما غذای کل سه شبانه روز ندهیم، غذای خود را نصف بکنیم. ولی من مطمئن هستم عزیزان، اونهایی که حداقل در غرب زندگی میکنید، میتوانید کمک خوبی بکنید بدون که این که از سفره شما چیز کم بشود. این سفره را، سفره امام زمان را انشاءالله شما رنگین بکنید. شما اگر میخواهید اظهار محبت به اهل بیت بکنید، اظهار محبت به امام زمان بکنید، الان وقتش هست. اگر میخواهید چیزی سر سفره آقا امام زمان بگذارید، الان بگذارید. خب من یک صحبت کوتاهی را از آجای حسینی که از اساتید بزرگوار هستن خیلی کوتاه پخش میکنم که این صحبت شخصی ایشان بود و واقعا از اخلاص این بود که اوضای کشور خیلی به هم ریخته. وقتی الان مکه بولم به شدت مردم در فقر دست و پنجه نرم میکنن. ببین واقعا اگر میتونین کمک جمع بکنین، ماه رمضان به نیابت از امام زمان بتونیم واقعا افطاری بدیم بر مردم فقیر. خیلی 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 وضعیت خرابه، خیلی وضعیت خرابه. اگه ما اینجا، ببخشید اینجوری رو که میگم، اگه ما اینجا جانان داریم فعالیت میکنیم، حتی احتمال آلوده شدن ما به کرونا وحشتناک بالاست، اما همه ما پذیرفتیم که باشیم و جوانهایی که با ما هستن کاملا پذیرفتن، گفتن اصلا با دل و جانی کرونا رو میپذیرم و این شهادت. شما مؤمنین را فعال کنین که واقعا یک مبلغ قابل توجهی جمع آوری شود. ما خانه به خانه مستحقین رو میخواییم بریم و پیدا بکنیم. این کمر همت رو ما بسته کردیم، اگر امام زمان توفیق را از ما نگیره انشاءالله. در این کلیپ کاملا توضیح دادم، الان فرستادم در راه دارم میرسه، کاملا توضیح دادم که وضعیت چی رقمه و ما خانواده هایی را سروه میکنیم که در هیچ مسیح خیریه نیستن. بله، خب شما همه چیز را مشاهده کردید و اونهایی که در غرب زندگی میکنن حداقل این قسمت را شاید بهتر درک بکنن. این یک مسئولیت سنگینی به دوش ماست. شما میدانید که کمک جمع کردن یک مسئولیت سنگین هست در کشورهای غربی و باید ما جواب پس بدهیم اگر سوال بکنن، ولی ما این آبرو و این مسئولیت را به جان و دل میخریم. همونطور که آجاها فرمودن که ما در متن کرونا و در وسط کرونا جوانان جان خود را در طبق اخلاص گذاشتن، ما از پول خود دریغ نکنیم. انشاءالله در این اکاونت را که اعلام کردم، اونهایی که تمایل دارن و اونهایی که میخواهن طریق دیگر
بنده شماره ام را در اختیار قرار دادم که انشاءالله این فرصت و بهترین راه این هست که شما به اسم خود آجاها در کابل هم میتوانید حواله کنید. آجاهای سید عبدالکریم حسینی انشاءالله میتوانید که مستقیماً از آمریکا، از اروپا، از کشورهای دیگر، از استرالیا مستقیماً به حساب شخصی آجاها انشاءالله حواله بکنید. و اگر خواستید که شخصاً شماره آجاها را داشته باشید انشاءالله با کسب اجازه از خودشان بنده در خدمت اون عزیزانی که حواله کردن قرار میدهم. خداوند انشاءالله این برکت را عنایت بفرماید. باز هم میگم من خودم چیزی نیستم، اما کسانی که 30 سال درس خواندن، 10 سال درس خواندن، این عمامه خیلی برای اونها ارزشمند هست. من این عمامه ام رو از سرم در آوردم برای شما. این عمامه خیلی ارزشمند. من خودم هیچ ارزش ندارم. هیچ کمترین شخصی که شما فکر میکنید در دنیا و گناهکارترین شخص شاید بنده باشم. هیچ احدی از من با فضیلت تر نیست. ولی این عمامه بر من یک افتخاری هست که من الان این عمامه را درآوردم و به طرف شما گدایی میکنم. انشاءالله شما در این رابطه توجه بکنید و انشاءالله قدمهای مثبت و محکم و خوبی را در این رابطه بردارید. این کرونا میگذرد، شاید این آخرین امتحان باشد. شاید این آخرین امتحان الهی باشد که آیا ما آماده ظهور هستیم یا نیستیم. اگر آماده ظهور هستیم بیاییم امروز چی کار میکنیم برای این فقرا، مخصوصا پیروان اهل بیت عصمت و طهارت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.